درود و شامتان شاد بخش نخست گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده استید اتحادیه ملی کارگران و یورش نابهنگام نظامیان ملکیت امکا از اعضای آن است یا از دولت اتحادیه ملی کارگران افغانستان که پنج دهه به هدف پشتیبانی از کارگران کشور فعالیت کرده است در دهه ششم حضور و فعالیتش با مواجهه حکومت روبرو شده است و املاک و زمین مربوط به این اتحادیه بین اعضای آن و حکومت جنجالی شدند اعضای امکا ادعا می کنند که بامداد روز یک شنبه لشکری از نیروهای نظامی گارنزیون کابل به هدف غصب و تصرف به دفتر این اتحادیه یورش برده پس از برخوردهای خشونت آمیز لتوکوب لطوکوب زنان و مردان عضوین اتحادیه آنان را از دفاترشان خارج کردند. هرچند نهادهای حکومتی در این پیوند موقف رسمی نگرفتند. اعضای امکا اما میگویند نیروهای نظامی در راستای یکی از فرامین رئیس جمهور که به وضع املاک آنان تطابق هم ندارد چنین این اقدامی کردند. من رشاد زرید هستم و برای کاوش این مسئله در این بخش آخر خط جناب آقای معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان را داریم خیلی ممنون حضور آقای قادری قضیه است چه قرار است دیروز بر اتحاده ملی کارگران و کارمندان این اتحادیه چی گذشت بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و بینندگان عزیز همکا قسمی که شما گفتین بیشتر از پنج دهه سابقه کاری داره در ارزی خدمات برای کارگران و کارمندان افغانستان و دفاع از حقوقشان و یک قوی فشار هست برای تطبیق قوانین و اعاده حقوق کارگران و کارمندان در افغانستان و اتحادی های کارگری در سطح دنیا حضور دارند و یک شریک اجتماعی پذیرفته شده دولت ها می باشند که امکا هم شریک اجتماعی پذیرفته شده دولت افغانستان در مطابقت با کنونسون 144 سازمان بین المللی کار که افغانستان او را الحاق کرده و مکلف هست و از به تطبیقش است و عضو اصلی سازمان جهانی کار است اساسنامه زور قبول کرده و که هر نوع مداخله حکومت در امور ای اتحادیه ها غیر قانونی می باشد و مسئولیت داره این دفاتر کاری اه اه از و ای اتحادیه دستاورت هایی داشته از روزی که ما در اینجا انتخاب شدیم افزایش اعضا بوده دفاتر سیستمش روی و بحث میکنم اما اول اگر از دیروز آغاز کنیم که واقعا چی گذشت دیروز به ادامی یورش های قبلی نیروهای امنیتی و دفاتر امکا که از مدت قبل بعد از صدور فرمان شماره 57 و هفته ریاست جمهوری <applause> که در او تذکر رفته که ملکیت های غیر منقول اتحادیه کارگران به جانب وزارت مالیه و ثبت املاک دولتی قرار بید بر چی پایه های حقوقی به اوجه حقوقی؟ اینا استناد کردن ماده 408 قانون مدنی را بله. که ماده 408 قانون مدنی در او سراحت داره که به خاطر تحقق اهداف اساسی اتحادی های کارگری که شامل اساسنامه ما که ثبت و راجستر وزارت عدلیه می و جواز فعالیت 996 ما در دسترس داریم اه اه ای جایدادها ها از امو بدن ایجاد تا امروز در حکومت های مختلف ما ای ها را داشتیم در مقاطع مختلف زمانی از پول پرداخت اقل و ها و اعانه های امکا ای جایداد ها خریداری شده در مرکز هست در ولایات هست و از غصب در طول 17 سال از این جلوگیری کردیم که مافیایی را غصب نکنند اسناد و مدارکش هم آسیب پذیر نیست مشکل حقوقی نداره اسناد و مدارکش ثبت محفوظ است دیون محفوظ است و اسناد قانونی و شرعی دارد که تا امروز هیچ کسی او رد کر... نکرده و ملکیت اعضای اتحادیه قلمداد میشه ملکیت بله متعلق به اعضای اتحادیه است نه تنها به رئیس اتحادیه به تمام اعضای اتحادیه تعلق داره و ای به خاطر دفاتر کاری از استفاده میشه و به خاطر بست و گسترشش چون ای اتحادیه ملی است سراسری هست و در تمام ولایات باید دفاتر کاری داشته باشه حالا آنچه دیروز برخی رسانه ها گزارش دادن به شما از, از, شما نقل قول کردن یا هم ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی واقعا دیدیم که منتشر شد برخورد پلیس در برابر اعضای اتحاده واقعا خیلی درست و مناسب نبوده پیش از ای این یک سال که فرمان یا بیشتر از او صادر شده حکومت بر در فرایندهای عدیقل مدنی و خردمندانه قانونی و حقوقی آمد با شما استدلال بکنه اسناد شما را بررسی بکنه که یک بار اقدام کرد یا چند بار اقدام کرد بیایم روی واقعیت ها <applause> از ایجاد حکومت وحدت ملی ما بیشتر دوچار چالش ها و مداخلات فراقانونی در امور اتحادی کارگری را شاهد هستیم در حالی که ما به حکومت وحدت ملی به پای صندوق های رای رفتیم و رای استعمال کردیم و انتظار و توقع ما ای بود و تعهدشان شانم امی بود که ای اتحادیه مورد حمایت باشه نه ای که مداخله و هر روز بر از چالش ایجاد بکنن در زمان وزارت آقای علومی از جانب وزارت داخله یک فرد 85 ساله که عضویت امکار نداشت مامور کارمند نبود کاندید جای نبود با حکم این مقامات توسط نیروهای امنیتی پلیس یک روزی به دفتر ما ای آورده شد و به ما گفته شد که شما دوره تسلیمی بدین و چوکی تانه به ای آقا تسلیم بکنین شما میدانین یکی او سنش سن کهولت است دوم از مطابق اصول پذیرفته شده عضو ما نیست سیومی که کارمن و مامور و در هیچ بخش ما مناسبتی نداشتن ای را آوردن که در ایجا نصب کنن به عنوان رئیس به عنوان رئیس و ای را انتصابی آورده بودن در حالی که ای اتحادیه یک نهاد دموکراتیک است و از مدنی و وابسته به عواید خود هست و از پایین به بالا انتخابی هست ای آورده بودن انتصابی که همچو کاری را در سال 1357 و 58 انجام داده بودن که به شکل غیر قانونی امی فرده آورده بودن به ای اداره توسط زور و پلیس و ای کارمندایی که در ای اداره بود یار اخراج کرده بود و تعداد را پل چرخی و تعدادی را بسکری روان کرده بود ای عضو بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و یک بار دیگه میخواستن که این بخش مشکل پیشینه تاریخی پس همزاد در سال 94 بوده. در سال 94 ای عمل صورت گرفت که با مقاومت اعضای اتحادیه مواجه شد و ما کم فرانسای مدباطی دادیم و یادم من نپذیرفتن اعضای ما و این اخراج کردیم درست. بعد با این اینی حلقه ای که ای آدم رابطه داشت این موضوع تشکیلاتی را به اجندای کابینه شامل کردن و کابینه روی زی بحث میکنه ببینید ساختارای تشکیلاتی ما یکی از شرکای اجتماعی دولت هستیم و عضو کمیسیون عالی الاختلافات اختلافات ناشی از کار که در وزارت باشد. کار است ما هستیم دست. و تمامی قضایا به ما مراجعه میکنه و ما میره حل میکنیم اما به جای که به ما مراجعه بکنه این میره به کابینه یک عزل و نسبی که او هم غیر قانونی ادعا داشته میره شامل اجندای کابینه میشه و این سوال برانگیز است بنابراین یک بار بر ما تعلیق دادن که تعلیق دادن ما از صلاحیت محاکم سلاسه هست دولت بدون حکم محاکم حق مداخله را در امور امکا ندارد اینا تعلیق دادن و بالای ما نو, ورگانه حقیقی و کشفی را نو ارگان بالای ما تعیین کردن که شما برین این را ارزیابی بکنین برای دو ماه اما ما در حدود ده تا 11 ماه ما برای زینا تحقیق دادیم در حالی که دولت نباید بدانه که قوت ما چقدر پول ما چند است این ما قوی فشار هستیم به خاطر اعتصاب میکنیم و حق میکنیم در ای یک نظام مردم سالار این شرایط اجاب میکنه که چون این باشه اما حکومت وحدت ملی با اتحادیه کارگران یا اعضای اتحادیه کارگران مشکل داره مگر؟ این از خودشان باید پرسیده شود که برداشت شما چی است؟ طرف این مسئله چی فکر برداشت ما از عملکردشان کردشان بله از عمل کرده که دارن مصوبه 28 سر ما درست. کابینه صادر میکنه مصوبه شماره 12 سر ما صادر میکنه حکم 640 سر ما صادر میکنه و بالاخره <applause> که ما در تمامی یا اسناد راه میکنیم ما به از اوها که این جای داده از یا دولت داده برشان در حکومت های مختلف در حالی که همچو چیز پیش ما فعلا وجود ندارد و این جای دادایی که در اختیار ما و این ملکیت هایی که در اختیار ما هست همه را از پول اقل خریدیم و از شارول کابل خریدیم درست حالا میم خیلی کتاب روی این مسئله که در آغاز شما میخواستید اشاره کنید اتحاده ای کارگران تی دههای گذشته اگر خیلی فرصت برای بحث نباشه تی سال گذشته با دست و پنجه نرم کردن با این مشکلات و چالش‌هایی که حکومت وحدت ملی به پیمانشان افزوده چه دستاوردهایی داشته چه کرده برای کارگران افغانستان برای احقاق حقوقشان برای آگهی دهی از آن چه حق کارگر است در قدم نخست اتحادیه کارگران خود از سیستم کامپیوتری ساخته دیتابیس مالی ساخته ایجاد دیپارتمنت خانمها، جوانان و امور ولایات ایجاد کرده و یک مرکز آموزشی را ایجاد کرد تا ترینرها یا استادایی که در اینجا تربیه میشن حقوق کار و تمام کارگرها در محلات کار سمینار بدن تا طرفین از حق و حقوق و وجایب خود آگاهی حاصل بکنن و قانونمند در محلات کار خود کار بکنن یک بحث بحث دوم رفته در سطح بین المللی شفافیت خود دموکراتیک بودن خود به اثبات رسانده بعد از 18 ما ما تانستیم که عضویت بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه کارگری جهان ما کسب بکنیم که مخففش از آی سی بعد آمدیم در سطح آسیا عضویت بزرگترین کانفدراسیون آسیا را گرفتیم بعد آمدیم در کشورهای سارک یا سارتوک ایجا هم عضویت گرفتیم در سه مراجع اقل عضویت پرداخت میکنیم درست. یعنی ما هم در سطح ملی و در سطح بین المللی ما جایگاه خود داریم <applause> بنابراین ما عضو کمیسیون عالی یا اختلافات ناشی از کار هستیم عضو کمیسیون کمیسیون شورای عالی کار هستیم در سطح افغانستان و ما دوازده مقرره مرتبط به کار مشترکن با وزارت کار و وزارت های زیرب ای تدوین کردیم و بردیم که تصویب شود و قانون کار به بازنگری بردیم که قانون کار حمایت بکنه کارگرا و کارمندا و و زمینه را مساعد بکنه برای سرمایه‌گذارا تا ایجاد کار بکنن ما آمدیم در قسمت اشتغال زایی بر جوانان تحت ریاست ریاست اجراییه ما از مدت به این طرف برای کنفرانس ملی کار کار باشا. کردیم و آمدیم صدها و هزارا قضیه اختلاف ناشی از کار هم در مرکز هم در ولایات حل کردیم کسایی که از کار غیر قانونی اخراج کرده بودن دوباره به کار شامل کردیم و جلوه خودسری ها و خودکامگی ها را گرفتیم که در مطابقت با قانون با کارمندان برخورد بکنند و آمدیم مقرره برای برا برا سکتور خصوصی که شما هم سکتور خصوصی هستین مقرره تقاوت تدوین کردیم و او رفته به تصویب رفته که برای برا همه باید تامینات اجتماعی داشته باشند و تقاوت داشته باشند درست حالا بنامه. آقای غنی امین امروز ساعتی نمی است اینکه در پیوند به پاسداشت از سرمایه گذاری و سکتور خصوصی صحبت می کرد و گفت که سکتور خصوصی و نهادهای های غیر دولتی شریک حکومت هند واقعا وقتی آقای غنی به عنوان رئیس دولت وحدت ملی به شریک بودن شما در خود حکومت از یک روزنه مدنی باورمند هست پس چرا چنین این اعمال در زیر فرامینش جاری میشه به نظر شما و اصلا مجرای بازدارنده چونین روی کردهای چی است؟ این باید پاسخ خودشان بدن که من خدمت شما گفتم مصابه 28 در کابی نرفته و زیر نظر آقای غنی بحث شده شما شماره 12 اونها امضا کردن حکم 640 بالای ما که نهاد مدنی دموکراتیک هستیم غیر بودی بودیجه دولت هستیم مقرری و منفکی ما از جانب حکومت صورت نمیگیره اینا حکم 640 اونا امضا کردن و بالاخره فرمان شماره 57 هم اونا امضا کردن و آمدن ای حرکت کردن چون ای خلاف قانون بوده و خود آقای غنی گفته که هیچ کس فراتر از قانون نیست بنابراین ما یک نهادی هستیم قوی فشار هستیم و یک نهاد مدنی هستیم وظیفه خود دانستیم تا این مشکل به شکل قانون من حل بکنیم مراجعه کردیم برای ریاست جمهوری بارها و بارها مکاتی و تقاضا کردیم که واقعیت ها را از ما بشنو و اسناد ما را ببین بنا ما را نپذیرفتند و بارها جواز فعالیت ما را به خاطر سپردن ملکیت های ما بر جانب حکومت جواز فعالیت ما را به گروگان گرفتن غیر قانونی خلاف قانون در حالی که وزارت عدلیه مرجع تقنین از مرجع بله. قانون گذار هست بله. اما اونا فراقانونی به دستورات فراقانونی عمل کردن به هدایات فراقانونی عمل کردن تا امروز جواز ما را تجدید نمی و شرط و شروط مگذارند که شرط و شروط گذاشتن خلاف قانون است و, و این درست نیست اما ما آمدیم آه. سر یورش دیشب ساعت چهار شب ما از مدت یک ماه به این طرف وقتی که سر ما یورش آوردن رفتیم به دان پارلمان نتیجه نداد رفتیم به محکمه نتیجه نداد رفتیم به مقامات نتیجه نداد بالاخره اعتصاب قضایی کردیم اعتصاب غذایی کردیم یک تعداد ما مریض شدیم به شفاخانه بردن بعد از او رئیس سازمان جهانی کار مقیم افغانستان آمد از ما تقاضا کرد که شما تحسان تانه اعتصاب غذایی تان بشکنانیم به خاطری که روز جهانی کار هست به احترام روز جهانی کار و ما مشکل تانه در سطح ملی و بین المللی مطرح میکنم با حکومت دارا و این مشکل شما را حل میکنم بعد ما یک ماه است که تحسان کردیم در او هم صدای ما شنیدن حتی را به شکل درست ندادن به تعقیب او ما دمی تحسن بودیم که دی شب ساعت چهار شب دفتر ما معاصره شد با تانک ها گارنیزون کابل آمد با زرق و برقش و تمام دفتر ما را معاصره کرد و معاصره تنگتر و تنگتر و بعد قطعه واکنش سری و زون یک آسمویی آسمایی با حوزه 16 مشترکن اینا آمدن و با, 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 با تقاضا کردن که شما بین تسلیم بکنیم دفترتان اعضای ما گفتن که ما به حکومت مراجعه کردیم حکمی را گرفتیم و و این جای دادا محکمه باید فیصله بکنه نباید شما از از زور کار بگیرید اما خلاف اصولی که پلیس داره که پلیس نباید کسر کوب بکنه حتی در جریان تحقیق اما بالای خانم ها یورش آوردن بالای آقایان رو یورش آوردن بالای شخص بنده یورش آوردن و با خشونت با دنده های برقی با خشونت و با لط و کوب همکارای ما را اعضای اتحادیه را از دم دروازه اتحادیه دور کردن و با تانک و دروازه اتحادیه کفتن و دروازه اتحادیه را باز کردن و یورش بردن تمام دفاتر ما را مارن. در حالی که ما در جریان کار بودیم کمپیوترهای ما روشن بود دفاتر کاری ما هم کار میکرد هم جنس شخصی ما در دا داخل دفاتر ما ماند هم کمپیوترهای ما ماند و هم تمام دار و ندار دفتر ما ماند ما, ما را از دفتر اخراج کردن و امروز ما رفتیم در پارک و دفتر کردن دفتر ما را مهرولاک کردن تسلیم دادن به ریاست املاک وزارت مالیه که این ملکیت ها متعلق شد به وزارت مالیه در حالی که اساسنامه ما ایره قطعا اجازه نمیده قانون جمعیت ها ایر اجازه نمیده و این دارایی ما هیچگاه به جانب حکومت سپرده نمیده بعد واکنش شما چی بود؟ واکنش ما همی بود ما به تمام درها را که گفتیم نامید شدیم رفتیم اعتصاب غذایی تحسن و امروز هم ما رفتیم در یک پارک با تمام همکارای ما که لطو کوب شده بودن یک نیم تا نیم به شفاخانه است متباقی زیارام تداوی سرپایی کردیم ما رفتیم به یک جای تحصان کردیم در یک پارک ششتیم دیگه نه قلم داریم نه کتابچه داریم اما ما مامور هستیم هر کدام سی سال، 20 بیس سال، 25 سال کار کرده جوان تحصیل کرده لسانسه، ماستر، خانم ها آقایون در اوجه کار میکنن و یا کسی نیستن کف سر آب باشن پفشان کنی برن و ای کسی که کار بیکار میکنی باید جای کار باب... مسئله بستن دروازه وزارت کار و این از گذشته روی کرده های شما تا امروز چ... چی مسئله ما به پیشوری وزارت کار رفتیم چون نماینده حکومت است وزارت کار با ما شریک اجتماعی اه. ما است کار میکنه و ما به کنفرانس ژنوام هم همه ساله امی وزارت کار میره اتحادیه کارگرها که ما هستیم امکان میریم و اتاقای تجارت میرن بناهن چون کنفرانس ملی کار پیشروی است و در 28 امی می در دا جنوا دایر میشه و اوجه ضرور است که ما در اوجه منعیس یک شریک اجتماعی باشیم با و در کنفرانس ملی کار اینا به پیش روی وزارت کار رفتیم وزیر کار دیدیم مشکل مطرح کردیم بعد وزیر کار رفت با رئیس به جمهور این مشکل مطرح کرد یک پیشنهاد را خود زیونا ترتیب کردن و رئیس به جمهور دادن حکم داد که شما جوازشان تجدید بکنین اما وقتی که ما میریم با وزارت عدلیه که مرجی قانون گذار از ریاست انسجامش بر ما یک دو سه شرط مگذاره که ایره شما تعهد بسپارین که ما جواز به شما موقتی میدیم در صورتی که شما همه چیزها را به جانب حکومت انتقال بدید این ناشی میشه از ناهماهنگی نا نهادهای دولتی با رأس حکومت و یا هم بودن پشت صحنه رنگ در کفش ما فکر میکنم که عدم صلاحیت داشتن ریاست ها و وزارت ها و دستور گرفتن فرا قانونی از کدام مراجع میگیرن یا هدایت میگیرن مثلا می منتقد حکومت و... شخص و آقای غنی را به انحصار قدرت متهم میکنن اه شاید شاید اه ما نتایج اما از قرائن معلوم میشه چون وزارت عدلیه مرجع قانون گذار است و اونا برای دیگرها قانون نباید تدوین بکنن دست. و تطبیق بکنن و شما شروط اینها را نخواهید پذیرفت تجدید جواز شروط که اینا گذاشتن فرا قانونی هست و این مؤسسین ما به هیچ عنوان حاضر به دادن این ای تعهد نیستند و امچو جوازی را نیاز ندارن که برشان بسپارن به چند روز ما شما را میدیم شما برین منیس شریک اجتماعی در ژنو نمایش بدین ما را حکومت دیموکرس... دموکراتیک اما شما که اومدین دوباره صدایتان قفه میکنم و همه امکانات از دستشان میگیرم حالا جناب آقای قادری حکومت وحدت ملی تی سی سال یک از انتقادها و اتهامات که بهش وارد بوده از طرف منتقدانش عدم پاسداری از فرایند های مدنی بوده مثلا حرکت های مدنی را متهم می کنن حکومت را که سرکوب کرده و تا گاهی معترضان در حرکت های مدنی را به گلوله بسته چی برسه به که حالا به تحسن به اعتراض و به راهپیمایی و به حرکت های مدنی و نرم اعتناب کنه متهم میشه البته حکومت شما انتظارتان چیست؟ این اتهاماتی که ما می بینیم در عمل ما دیدیم که چنین, است. چنین هست و, و, و حرکت های مدنی را محدود می سازند ساها را خلاف قانون اساسی وقتی که ما میبریم به تظاهرات ما میبریم به جاده ها میبریم برای ما یک چهار ولی را محدود میکنن که هیچ کس صدای ما را و تظاهرات معنی شمیز در جاده بری مردم تو را ببینه اما ما را میبره یک ساحه میگه که این ساحه محدود است شما امین جا تز... صدای صدایتان بلند بکنین و در کنار ازو امین مداخلات فرا قانونی بالای ما سارنوال روان کردن ما از خود سارنوال دارم در دا ما تمام مسائل اساسنامه هم تصویب میشه رئیس انتخاب میشه و کمیته تفتیش و کنترول که تفتیش کنترل خود ما هست چون بودیجه از جانب مراجع بالایی ما تصویب میشه خود مراجع بالایی ما صلاحیت پرسش و ارزیابی را دارن اما اینا یک بالای ما پلیس روان میکنن بگیرن دفتر ما را غیر قانونی و بعد از او مداخلات میکنن اقل های ما را در, در مستوفیت ها بند کردن حسابات ما را در بانک ها بند کردن و مسدود کردن و جواز ما را خلاف قانون تجدید نمی کنن و آل دفاتر کاری ما را خلاف قانون اینا آمدن ما مامور هستیم ما, ما حقوق اتباع در باید محفوظ باشه و پلیس در هیته صلاحیتش باید کار بکنه نباید لط کوب بکنه نباید خشونت بکنه نباید با تانگ دروازه یک نهاد اجتماعی دموکراتیک بیاید بکوبه و دروازه زیر باز بکنه و ما را از کار بیکار کنه آقای قادری یک دقیقه آخر برنامه از جنبندیتان تصمیم شما چی است و قرار است عقب نشینی بکنین و اگر نمیکنین با چه ابزار قرار است پیش برین در خواهید ما یک نهاد مدنی هستیم حرکات ما مدنی هست و دیروز روزام حرکات ما مدنی بود ما هیچ نوع تعرض به پلیس نکردیم و پلیس بالای ما تعرض کرد و همه را کوبید ما حرکت ما مدنی است ما امروز هم تحسن کرده بودیم رفته بودیم به یک پارک ششته بودیم تحسن ما ادامه داره خواستای ما را امروز خوشبختانه رئیس بیچرایی ساعت سه وجه ما را به حضور پذیرفت امروز و او وعده هایی را برای ما سپورت ما انتظار عملی شدن وعده های از او هستیم و اگر خدای ناخواسته او وعده ها عملی نشد مشکل ما مرفوع نشد دفاتر ما را باز نکردن جواز ما را تجدید نکردن و اجازه فعالیت دموکراتیک به ما ندادن ما به حرکات مدنی گسترده در مرکز و ولایات افغانستان دست میزنیم و به جامعه جهانی هم ما چون همیشه میریم به سازمان جهانی کار و عضو کلانترین کنفدرسیون هستیم به جامعه جهانی ها مراجعه و از طریق ملی و بین المللی به این مشکل رسیدگی ای صورت بگیره و ما یک اتحادیه که خرد نیستیم یک اتحادیه اروپا است که 28 کشور است یک اتحادیه قری است ما اتحادیه 50 سال هستیم اتحادیه مادر هستیم و اتحادیه ای هستیم که ریشه های ما به اعماق زمین رفته با این بادها نمیلرزیم خیلی سپاس از شما معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان از حضورتان در این بس و ممنون شما بیننده گرامی که میر برزیده پای این بخش نخست و آخر خط پاییدید شما را فرا میخوانم خوانم به بخش دوم گفتگوی آخر خط ما پیش از او میان برنامه و درنگ کوتاه.